اکبر که عطای حی سرمد باشد، سر تا به قدم شبیه احمد باشد. هر کس بروخش نظر بیفکند، بگفت یا للعجب این جوان محمد باشد. سلام و عرض ادب و درود تقدیم به شما بینندگان عزیز و محترم. بسیار بسیار به برنامه خودتان، برنامه روشن، خوش آمدید. تبریک تهنیت ویژه به مناسبت میلاد با سعادت فرزند برومند امام حسین علیه السلام، حضرت علی اکبر علیه السلام. انشالله که عزیزان و بزرگواران این روزهای زیبای ماه شعبان برای ما و شما سرشار از برکت و رحمت الهی باشه. در این روز شنبه آغاز هفته باز هم مهمان خوب برنامه ما خانم روانشناس بالینی، خانم حسینی بزرگوار هستن. اجازه بدن یک سلامی هم با ایشان داشته باشیم. سلام علیکم خانم حسینی، بسیار خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم، یا رب العالمین. سلام خدمت شما و بینندگان، والدین، کودکان و جوانان، عرض ادب و سلام دارم. همچنین عیاد مبارک شعبان رو تبریک میگم، خصوصا میلاد با سعادت حضرت علی اکبر علیه السلام که شبیه ترین افراد بودند و رسول گرامی اسلام سلام الله علیها، که الگوی بسیار زیبا از رفتار، ادب و احسان رسول خدا بودند که ما به این باور میرسیم که تربیت چقدر نقش اصلی داره و خانواده و حتی بحث ژنتیک پیش میاد، ژن چقدر تأثیر میتونه از لحاظ ظاهر، از لحاظ اخلاق، رفتار و کردار. انشاءالله که همه ما بتانیم از این الگوها و پیشواهای خودمون استفاده بکنیم و یک انسان سالم با کمالات، ادب، رفتار و اخلاق باشیم انشاءالله. انشاءالله. اما بحثی که در روزهای شنبه با کارشناس محترم خانم حسینی عزیز داریم، مبحث کودکان استثنایی است. موارد متعدد بسیار ذکر شد. انشاءالله برنامه گذشته را از طریق سایت تلویزیون جهانی هادی و همچنان از طریق اپلیکیشن تلویزیون جهانی هادی ببینید و انشاءالله دنبال بکنید. برنامه های آینده را هم که قطعا دنبال میکنید، اما موضوعی که امروز اختصاصا در مورد کارشناس محترم میخواین که صحبت بکنن، اختلالات تکلمی، اختلالات گفتاری در کودکان است که در سالهای اخیر فکر میکنم نسبتا شایع شده. خانم حسینی، وقتی که یک خانواده اولاد دار میشن، معمولا عموم فامیل بسیار مشتاق هستن، بسیار چشم انتظار هستن ای کی به راه رفتن میفته، کی به گفتن شوه، کی زبان باز کنه، گپ بزنه، شیرین زبانی کنه. اما وقتی که بعد از یک مدتی که میگذره، یک سال، دو سال، سه سال، متوجه میشه که طفل ما بچه یا دختر فرقی نمیکنه، نمیتونه که گپ بزنه یا واکنش درست و صحیح نسبت به گپ های اطرافیان خودش نداره، همه ناراحت، دلدغ میشن که چرا چنین شده. حقیقتا بسیار هم ناراحت کننده است. اما این مسئله علتش چی میتونه باشه و آیا درمانی داره یا نه؟ اختلالات تکلمی در کودکان یعنی یک نوع نقص در زبانشان که بازم در گفتار تبدیل میشه که او زیر مجموعه است، مثل لکنت زبان که دیر به زبان میاد. اما این نقص در طفل از طفولیتش تا قبل از 5 سالگی است. بله. یعنی از سن تا 2 سال که همه اطفالی که به صورت عادی متولد میشه و یک کودک سالم است، خب از حتی از یک ماهگی حرکات به قول شما میفهمه، حس و درک میکنه، اطرافیان خود میتونه به مرور که به روزهای تولدش اضافه میشه تشخیص بده و واکنش نشان بده. تا 2 سال کودک ما، طفل ما قادر 250 کلمه را باید یاد داشته باشه. غیر از این اگر میگیم دچار اختلال تکلم باشه، حداقل کارشناسا گفتن 25 کلمه را تا 2 سالگی باید کودک ما بتونه گپ بزنه، مثل ماما گفتن، مثل مادر، مابا، مثل پدر، حداقل کلماتی در این شکل. خب گاهی ما دیدیم حتی از لحاظ تجربی میگیم، والدین میگه خب کودکای ما کلیگیش دیر گپ می زدن و مرور. خب یک از علتاش این میتونه باشه که ما علتاش عرض بکنیم. یک از علتاش ژنتیکه،
که گفتیم ژنتیک چقدر تأثیر داره، که تحقیق کردن 20 تا 40 درصد میتونه تأثیر داشته باشه که اگر یک از والدین یا یک از نسلهای گذشته ما دچار لکنت زبان باشه، دچار کمگویی باشه، این میتونه این تأثیر رو بذاره. خب یکی دیگه محیط تربیتی ما. گاهی والدین خیلی انسان‌های ساکتی هستند، با طفل خود ارتباط کلامی و زبانی برقرار نمی‌کنند. این میتونه یکی از علت‌هایش باشه که کودک ما گپ زدنش خیلی دیر شروع میشه. منتها اگر در مکتب بره، اگر در کودکستان بره، به مرور میتونه حل شوه، هرچند که به سختی. اما خانم حسینی، آیا تلویزیون میتونه که جایگزین پدر و مادر یا دوستان شوه برای که طفل گپ بزنه؟ از لحاظ شنیداری، اما از لحاظی که او فقط میشنوه، ما گفتیم یک ارتباط مؤثر هست که از لحاظ زبانی و کلامی که یک گیرنده داشته باشه، یک فرستنده داشته باشه، یعنی دو نفر که مکالمه میکنه، خب متقابلا باید او پیام ارسال شوه که این پاسخگو باشه. خب این کودک من میتونه بشنوه، حس بکنه، اما خب متقابلا چون پاسخ نمیده نمیتونه زیاد تأثیری داشته باشه. پس گفتگوی دو نفر بسیار مؤثر است که او ارتباط انجام شود. خب پس یکیش ژنتیک بود، یکیش محیط تربیتی که گاهی والدین شاید حوصله ندارن، شاید مشغله کاری داشته باشد، شاید حتی گاهی میگه فرزندان زیاد، هرچند که اگر همه فرزندان نقش پدر مادر داشت اجرا بکنه، با طفل گپ بزنه که من میگم نمیتونه این نقش را اجرا بکنه، این وظیفه پدر مادر است که با او طفل ارتباط دو نفره برقرار بکنه. خود محیط گاهی مشکلات جسمی است، طفل ما کم شنوایی است، بسیار ضعیف، خیلی ناشنوانی است، کم شنوایی ضعیف، حتی ممکنه یک گوشش باشه، یک گوشش قادر به شنیدن، یک گوشش قادر به شنیدن است، این باعث میشه، این تأثیر رو میذاره. خود طفل ما او گیرنده های صوتی رو بسیار دیر دریافت میکنه، قادر نیست جواب بده. پس یکیش این شد. یکی دیگه اطراف و انسان هایی که دور طفل هستن، همون میشه که هیچ ارتباط نمیزنه، حتی گاهی پدر مادرای ناشنوا. حتی ما داریم که پدر مادر ناشنوای کودک بسیار قشنگ و رسا گپ میزنه، منتهی هم تأثیر داره. طفل ما چون ارتباط برقرار نکرده، فکر میکنه نقشی شاید زبان نداشته باشه، چون والدین من ناشنواست. پس والدین ناشنوا هم یکی از علتاش میتونه باشه. و طبقه اجتماعی، طبقات اجتماعی، پدر مادرهای تحصیل کرده مسلماً چون گپ میزنن، کتاب میخوانن، قصه تعریف میکنن، میتونن توی رساگویی و زبان خوش کودکان مؤثر باشه. برعکس اگر طبقه محرومتر باشه، فقیرتر باشه، بی سواد یا کم سواد باشه، میتونه هم یکی از علتهایش باشه که شاید همون فقر فرهنگی باشه که طفل ما نمیتونه او ارتباط برقرار بکنه و ای از این زبان خودش استفاده بکنه. یک چیزی که در جامعه ما خانم حسینی بیشتر میگن که اولاد زیاد داشته باشین، که نمی اگر شما پدر و مادر فرصت نمی کنی که به اولاد خود برسید، دیگه اولادا بیویج اگر دختر کلانتر داشته باشی او اولادای تو را جمع میکنه، کارش انجام میده و اینا. در این صورت شما چی؟ قطعا نقش پدر مادر نمیتونه اجرا کنه، به هر حال او وظایف و مسئولیت‌های خود داره، شاید فقط بتونه نگهداری بکنه، تر خشکش بکنه، اما شاید فرصت ای رو که با او بتونه ارتباط کلامی برقرار بکنه امکانش هم هست، نمیگیم چون شاید یک نسلی همه رقم بودن، اما درصدش میتونه خیلی ضعیف و کم باشه. گوه و یکی از علتاش جنسیته، معمولا دخترها خوش زبانترن، زودتر زبان باز میکنن، زودتر ارتباط کلامی چشمی برقرار میکنند و پسرها در این نقش گاهی ضعیفتر. اگر این همه عوامل باشه، این جنسیت هم تأثیر داره که پسرها بیشتر دچار اختلال تکلمی میشن. درست است. از شما در همین زمینه سوالات بسیار زیاد دارم، اما اگر اجازه بدم بعد از میان برنامه در خدمت شما خواهیم بود. بینندگان عزیز و محترم، شماره تماس برنامه مثبت 964-780-255-413 است و شما عزیزان همین الان هم میتونید که
اگر در خانه خودتان همچنین طفلی دارید یا در اطرافیان خودتان میخواهید که سوالی بپرسید از کارشناس محترم، از طریق واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط شوید و سوالات خودتان رو روان بکنید. بعد از یک میان برنامه برمیگردیم. در شباهت به نظر نفس پیامبر شده است، بی جهت نیست که اسمش علی اکبر شده است. حرکات و سکنات و وجناتش تاها، مادرش آمنه بوده است مگر یا لیلا. ماه عالم شده از دیدن رویش سرمست، پیرهن چاک و غزلخوان و صراحی در دست. جان علی جسم نبی جلوه کوثر بوده، سر لولاک از اول علی اکبر بوده. هر زمان عطر حضورش به هوا بر میخواست، نفس پنجتن آل عبا بر میخواست. بی نقاب آمدنش پیش عمو دیدنی است، به ابوالفضل قسم قامت او دیدنی است. چه بگویم من از آن سرو خرامان بهشت، حرف حق را قلم خواجه شیراز نوشت. شاه شمشاد قدان خسرو شیرین دهنان، که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان. زلفشان روز که در دست نسیم افتاده، سمت و سو داده به تحریر مؤذن زاده. کربلا هم آتشش چند برابر شده بود، تشنه صوت اذان علی اکبر شده بود. جلوه چشم پدر رد شدنش را عشق است. اشهد و ان محمد شدنش را عشق است. باد آورده به همراه شمیم صلوات، میوزد بر سر کوی تو نسیم صلوات. ابر رحمت تویی و تشنه الطاف تو دشت، مشک از چشمه چشمان تو پر بر می گشت. کیستی ای که پیمبر شدی از کل جهات، باز هم بر گل روی علی اکبر صلوات. بینندگان عزیز و محترم، بسیار خوش برگشتین به برنامه خودتان، برنامه روشن از تلویزیون جهانی هادی. همچنان ادامه میدهیم گفتگوی خودمان با کارشناس محترم خانم حسینی، روانشناس بالینی. خانم حسینی عزیز، شما در مورد علتهای اختلال تکلم در اطفال صحبت میکنید، در خدمت شما هست. یکی از علتهاش تغذیه در دوران بارداری مادر هست که چقدر مهم از لحاظ هم تغذیه روح و روان و مادر داده و هم تغذیه جسمی. و تحقیقاتی که انجام شده، مادرانی که قرص آهن یا اسید فولیک مصرف میکنن کودکان سالمتر خوشبیانتر دارن، و مادرانی که دچار این فقر آهن هستن و خصوصا این قرص هم که مصرف نکنن، میتونه یک از علتهاش همی باشه که طفلش دچار اختلال گفتاری یا تکلمی شود. حتما باید حسینی قرص مصرف کنه یا دارو دریافت بکنه، نمیشه از طریق مواد غذایی که مصرف میکنه؟ قطعا مواد غذایی بسیار مؤثر است، اما با توجه به زندگی امروزی، زندگی ماشینی، خب خیلی توصیه میشه که حتما او غربالگری انجام شود و حتما مادران پرونده بهداشتی و صحتمندی داشته باشه. و این جزء اصول یک خانمی که میخواد باردار شود، چرا میگه که تا 4 ماهگی اگر اسید فولیک مصرف نکنه کلن دچار اختلال های ذهنی ممکنه شود. خب به هر حال علم امروز ای چیز می طلبه و من میگم زندگی امروز دچار خیلی حالت های ما هست، روحی روانی، کمبود تغذیه. شاید قادر نباشیم ما همیشه تغذیه مناسب داشته باشیم که تمام آهن، تمام مس و هر چیزی که بدن نیاز داره برسه. پس این قرص توصیه میشه و حتما باید باشه. واقعا اسید فولیک یک تابلت، یک گلی بسیار ارزان قیمت هم است و هر خانواده هر سطح اقتصادی که باشه میتونه تهیه بکنه و مراکز صحت میتونه این رو توزیع بکنه. حتی به صورت رایگان در کل جهان برای مادران تجویز میشه. من میگم به خاطر اهمیت این موضوع است.
و یکی از علتهای دیگه چند قلویی است. گاهی شاید ما ایتو تصور بکنیم اگر بچه های ما دو قلو باشه، خب دو نفر انگار میتونه با هم مکالمه بکنه، اما گفتن یکی از علتهاش هم میتونه دو قلویی باشه که این هم دچار اختلال گفتاری شود. و یکی دیگه، خب چرا، چه اتفاقی میافته که وقتی که دو قلو با دنیا میه بچه دوگانگی هسته ای رقم موشه؟ چون تصور من اون چیز که شما فهمیدی دو نفر با همدیگه بیشتر گپ میزنن، ارتباط بیشتر دارن، پس به خاطر همون حالتهای جسمی و حالتهایی که رسیدگی ممکنه کم باشه، رسیدگی ممکنه کمتر شود، به خاطر که مادر تمام انرژی یا خانواده روی یک نفر قرار بذاره، روی دو نفر میذاره و من میگم این میشه دچار ضعف. شاید باز مادر به خاطر ماندگی زیاد نتونه از لحاظ روحی روانی برسه. یک از علتهاش هم میتونه استراب از لحاظ روحی روانی، از لحاظ عاطفی ممکنه ای هم باعث شود، یا ترس هایی که وجود داره طفل ما گب نزنه. یک طفل دو ساله در مورد چه چیزهایی ممکنه که استراب پیدا کنه؟ ما استراب حتی از دوران بارداری که جنین هست، استراب مادر رو دریافت میکنه، ترس مادر رو دریافت میکنه. مثل ما خیلی داستانها یا روایت داریم که مادر با طفل درون شکم خود گب میزنه. پس میتونه و خصوصا طفل اگر فضای خانه متشنج باشه، اگر مادر درگیری ذهنی داشته باشه، اگر اختلاف خانوادگی باشه، جنگ و جدل باشه، طفلی که یک روزه هم باشه، خب او واکنش ها، او سر و صدا و گبا رو میتونه دریافت بکنه و این باعث ترس و استرابش میشه و همین ترس و استراب باعث میشه که دچار اختلالات گفتاری شود بدن که روی صوتش اثر بذاره. که زیر مجموعه اینها گفتیم ممکنه لکنت زبان پیدا کنه، زبانش گیر داشته باشه، گپ میزنه منتها نمیتونه و کلمه رو به سختی میگه. خب یا یک گپ چند بار تکرار چند بار تکرار میکنه. و یکی دیگهش تحرک های طبقاتی هست. یعنی چی؟ یعنی کسان یا طفل هایی که در پرورشگاه کلان میشه، از نعمت پدر مادر محروم هستن، از نعمت یک خانواده، و در یک جایی در یک مجموعه اینها نگهداری میشه، اینها هم بسیار دچار اختلالات تکلمی نیست. یک از چیزها که برای گپ زدن یکی ارتباط کلامی برقرار بشه که متاسفانه ای کمتر از خود. من بچیش میخود دیدم که مثلا یک خانواده، چون پدر خانواده بسیار علاقه من بود، جوان هم بود و با دختر خودش بسیار گپ میزد. این دختر مثلا از ماهگی که مثلا این پدر وقت میذاشت و حداقل روزی دو ساعت با او گپ میزد، این دختر برای این بسیار عجیب بود. یک سال و مثلا پنج ماه بیشتر نبود ولی اشعار بسیار زیبا میخواند و کاملا یک ارتباط مؤثر داشت با طرف مقابل. گپ از اطرافیان را میفهمید، خودش هم واکنش نشان میداد، ولی ما به عنوان افراد بیرونی کمتر متوجه میشدیم، ولی کاملا مشخص بود که میتونه صحبت کنه. بسیار. و یکی دیگه هم خانواده دو زبان است. گاهی در خانواده ممکنه پدر یک زبان داشته باشه، مادر یک زبان داشته باشه. این هم میتونه جز اختلالات تکلمی باشه. طفل نمیفهمه، مادر به زبان خود گپ میزنه، پدر به زبان خود گپ میزنه. شاید طفل من میگم سرگردان شوه، کدوم زبان یاد بگیره. شاید یک زبانش آسان‌تر باشه، یک زبانش مشکل‌تر باشه. این هم جزء اختلالات تکلمی در کودکان میتونه باشه که گپ پدر و مادر خود متوجه میشه، ولی وقتی که میخواد که بیان بکنه نمیتونه، ناکام میمونه. یا خانواده هایی که با کشورهای دیگه خانم مهاجرت میکنه، بله، این هم به همین مشکل یه همین مشکل ایجاد میشه. یه همین مشکل ایجاد میشه. پس یکی از اختلال ها رو گفتیم. یکی از اختلال ها متاسفانه عقب ماندگان ذهنی است که انشالله در برنامه آینده خواهیم گفت. کودکانی که دچار عقب ماندگی ذهنی هست، اینها هم قادر نیستن که رسا و خوب صحبت کنن، مثل بچه های اوتیست، مثل بچه هایی که حتی بیش فعالی دارن، چون بسیار عجله دارن. بیش فعالی هم جز عقب ماندگی ذهنی، عقب ماندگی ذهنی نیست، جز بچه هایی که دچار یک نوع شوک هستن. نمیتونن چون عجله دارن، اونو در بیانشون به خاطر همون که میخوای سریع گپ بزنن، سریع یک کار رو انجام بدن، دچار او لکنه، دچار گیر ماندن او کلمات میشن، نمیتونن ادا بکنن. و حال میگیم چه انواع اختلالات تکلمی در سه نوع طبقه بندی شده. یکیش اختلالات دریافتی است. بله. طفل ما قادر نیست
با کسی ارتباط برقرار کنم، میخوای ارتباط برقرار کنم، منتها او جمله او کلمه در زبان جاری نمیشه، متوجه نمیشه، یعنی بسیار ضعیفه درکش. این میشه دریافتیش ضعیفه، خوب نمیتونه درک بکنه، خوب نمیتونه ارتباط برقرار بکنه. و ای که یک اختلال دیگهش بیانیست، بیان میخواد صحبت بکنه نمیتونه، هم درکش ضعیفه، دریافتش ضعیفه، گپ زدن طرف مقابلشه، و هم این که هرچی در فکرشه، در ذهنشه، حتی احساس خوده نمیتونه در قالب جمله و کلمه بیان بکنه. و گروه سوم هم کسانی هست که هم از دریافت مشکل داره، هم از بیان مختلط هست، نمیتونه خوب درک بکنه، نمیتونه خوب بیان بکنه. پس این سه قسم شد. حال عوارضش، خب طفل ما به قول ما به این نتیجه رسیدیم که طفل ما 3 سالش شده 4 سالش شده و حال اگرم احساس بکنیم خب به مرور خوب میشه، جملاتش صحیح میشه، ایست که کودک ما 5 ساله شده 6 ساله شده وارد کودکستان و مکتب میشه و قادر نیست منظور خود بیان میکنه، با دیگران ارتباط برقرار کنه. پس این چارش چیست و عوارضش؟ بله. آیا کودک ما یک کودک عادی است؟ فرق نمیکنه، نه برعکس، اولین آسیب خود کودک میبینه. خود کودک از لحاظ روحی به هر حال بچه ایست که از لحاظ هوشی مشکلی نداره، خب میفهمه که خب ما نمیتونم ارتباط برقرار بکنم، من دوستان بسیار کمی دارم یا اصلا دوست ندارم، من نمیتونم منظور خود واضح بیان بکنم. پس این به مرور دوچار ضعف میشه، به مرور دوچار کمبود اعتماد به نفس میشه، به مرور نمیتونه تو جامعه با جسارت وارد شه و خاصی خود بگه، و ای که مورد اذیت و آزار همسنفان و همسالان خودش قرار میگیره. اگر بچه‌ای که بسیار پرقدرت تر باشه خب میتونه در این ظلم بکنه، حتی من میگم در مکتب باشه خوراکیایش بگیره و هیچ دفاعی نتونه، حداقل از زبان نتونه، و گاهی ای باعث میشه نمیتونه از زبان استفاده بکنه، از قدرت زور استفاده میکنه، شاید داد بزنه، پرخوشگری داشته باشه، تخریب داشته باشه، کودک را لتو کوب بکنه، حداقل میتونه عزیز سمت. یک معضلی که به ذهن ما رسید است که این طفل همونطور که شما فرمودید در بسیاری موارد ممکنه هیچ مشکل ذهنی هم نداشته باشه، ولی دیگه افراد رو برچسب گذاری میکنن، لیبل گذاری میکنن به اینکه عقب مانده است، مشکل داره، وقتی که عصبانی میشه پرخاشگری هم میکنه، او رو باز مؤید بر گپ خودش هم دریافت میکنه، خودشون رو تایید میکنه، گفتیم که نمی عقب مانده است، رفتارش همه به خاطر نموست. و زندگی یک فردی که میتونست کاملا زندگی درخشان خوب داشته باشه، نابود میشه، منهدم میشه. بله. بعد از یک میان برنامه، خانم حسینی، بینندگان عزیز محترم، بعد از یک میان برنامه باز هم به گفتگوی خودمون با کارشناس محترم ادامه خواهیم داد. اللهم صل على محمد المصطفى سلام مجدد به شما بینندگان عزیز و محترم، همچنان با برنامه خودتان، برنامه روشنا، در خدمت شما بزرگواران هستیم. شماره تماس مثبت 964-780-255-413 عزیزان در اختیار شماست و همین الان هم میتونید که با ما در ارتباط شوید از طریق واتساپ و تلگرام. اگر کدام سوال از کارشناس محترم دارید برای ما روان بکنید، اگر کدام انتقاد یا پیشنهاد در مورد موضوعاتی که در برنامه مطرح میشد دارید، حتما با ما در ارتباط شوید. بسیار بسیار ما رو خوشحال میکنید وقتی که نظرات خودتان را برای ما روان میکنید. همچنان گفتگو میکنیم با کارشناس محترم خانم حسینی، روانشناس بالینی خانم حسینی بزرگوار، شما در مورد عوارض و آثاری که ممکنه اختلالات تکلمی برای اطفال داشته باشه گفتگو میکردید.
به قول شما که مثال خوبی زدین، این کودکان دچار کمبود عزت نفس میشه، به مرور احساس میکنن که فرد غیر مفیدی در جامعه است، در خانواده و در مکتب، و این باعث میشه که دچار افسردگی شوه به مرور و دچار خجالت و شرم شوه، چون قادر نیست گپ بزنه و این گوشگیر و منزوی میشه متاسفانه، و همچنین ده از لحاظ آموزشی بسیار آسیب ببینه، شاید جز در طیف کودکان بره که دچار اختلال خواندن شوه، دچار اختلال گفتن شوه، که حتی ریاضی شوه میفهمه ولی نمیتونه بیان بکنه، و این هم یک آسیبه که شاید خب معلم بگه که ای قادر نیست یاد بگیره، در صورت که شاید طفل یاد گرفته ولی منتها نمیتونه او را انجام بده متاسفانه. خب حال میخوایم نشانه های اطفال رو بگیم. ای طفل های ما از کجا میفهمیم؟ به قولی که ای طفل خب در قدم اولی چون گپ زدن نمیتونه، آره گپ زدن نمیتونه، هم ای که واژگان و کلمات ناقص بیان میکنه، حتی زمان گذشته یا زمان آینده و حال نمیتونه درک بکنه. از یک طفل اگر بپرسیم که مثلا دیروز چی خوردی یا غذا چی خوردی، نمیفهمه دیروز چه رقم بیان بکنه، میگه من سبا نان خوردم. زمان و افعال را جابجا بیان میکنه. در خواندن بسیار مشکل داره، خب چون که اختلال دیگه نمیتونه میفهمه، به او وقتی در سن مکتب برسه او ارتباطه رو به هر حال به مرور یاد گرفته، منتها نمیتونه جملات پس و پیش میخونه، واژگان جا به جا میکنه متاسفانه. پس ای نشانه ها شد، و ای که میریم سراغ راهکارهاش. بله، هم خب چی کار بکنه؟ اولین قدم والدین است که من یک راهکار بگم که در خانه طفل من که قرار وارد مکتب بشه یا وارد کودکستان مکتب شده، والدین وظیفه سنگینی که من میگم داره، اولا که او آرامش و امنیت خاطر به طفل خود بده و بپذیره که طفل من دچار اختلال هست، و خود طفلم باید قبول داشته باشه، منتها یک سری فقط میخواد با این طفل تمرین داشته باشه، با این گپ بزنه، و ای که والدین من صبور باشه. بله. چون این کودکان شاید مدت زمان بسیار طولانی طول بکشه، من میگم نیم ساعت طول بکشه که بتونه یک جمله رو بیان بکنه، ما باید بسیار صبور باشم و وسط گبای او نپرم، بذاریم که اجازه بدیم که او به هر حال او گب بزنه، اگر من میگم 5 دقیقه طول کشیده، 10 دقیقه، یک روب طول کشیده، اجازه بدیم طفل خودش او گب خود بزنه. اگر خانم حسینی این طفل هیچ علاقه ای به برقراری ارتباط با پدر مادر و یا با هیچ کس دیگه هم نداشته باشه، در این صورت چه کنه پدر مادر؟ من میگم از لحاظ روحی روانی، چون طفل ما دچار آسیب شده، من بیام این خاطر خوبی، امنیت و آرامش به طفل خود بدم از طریق تشویق، از طریق گفتگوی دوستانه، از طریق بازی، گاهی با کودک کلمه بازی بکنیم. من میگم کلمات، اگر طفل من مکتب میره، اگر طفل من هنوز خورد است، 4-5 سال است، کودکان اطرافش جمع بکنیم، همسنانش رو دعوت بکنیم، در یک فضای بسیار خوب شاد ببریم و بگیم خب ما امروز مسابقه گپ زدن داریم، هر کسی میتونه اشیای اطرافش رو نام ببره، خب مثلا او چیست، او چوکی است، او قاشق است، او چنگال است، ای کودک قادر باشه که بیان بکنه و تکرار بکنه. گاهی مثل همیست که طفل ما زبان باز کده، کلمات بسیار ناقص میگه و غلط میگه، و والدین میگه خب چقدر شیرین گپ میزنه، و کلمات اشتباه رو والدین تکرار میکنه چون خوششان میاد. بله. من میگم که نه، اگر ما به این نتیجه رسیدیم که طفل ما دچار اختلال گفتاری هست، ما باید کلمه درست به کودک بگم. خب اگر کودکی ما این کلمه را اشتباه گفت یا این جمله را، ما تصحیحش بکنم، منتها با سعه صدر، با خوش زبانی، با روی باز، که این طفل ما بپذیره و تکرار بکنه. و این برای تمام انواع اختلال تکلم این راهکار درست است؟ چون مثلا ممکنه یک نفر همو عقب ماندگی ذهنی که شما فرمودید داره، یا یکی مثلا اوتیسم داشته باشه، یا یک نفر دیگه مشکل دیگه داشته باشه، برای تمام طیف مشکل تکلمی گفتگو کردن بیشتر برای کودکان عادی است که قادر گپ بزنه، اما کودکان عقب مانده ذهنی قادر نیست دیگه، ما نمیتونیم که او را یک سخنور خوب ازش تربیت بکنیم، یا یک کسی که قادر است بسیار رسا گپ بزنه، نه، او در حد خودش که بتونه نیازهای اولیه خود بگه. چرا؟ چون که ذهن دیگه قادر نیست که بازدهی داشته باشه. اما این طفل عادی است،
هوشش خوب است، همه مشکلاتش کمتر است از لحاظ هوشی، حداقل میگم هوشش که سالم باشه، پس من میگم نیاز به تلاش، نیاز به تمرین و نیاز به صبر داره. پس ما کودکان عقب مانده رو جدا میکنیم، اونا در حد سن خاص خود هستن. حتی گاهی ما اوتیسمایی داریم که اصلا قادر نیست گپ بزنه. اوتیسم خانم حسین که او چند طبقه است عقب مانده قرار میدین؟ عقب مانده ذهنی است، منتها طیف داره، سه طیف داره که متوسط، خفیف و شدید داره که کلن ذهن قادر نیست اینو حرکت رو انجام بده که انشالله در سرفصلش برسیم بحث خواهیم کرد. پس والدین، پس ما کلن کودکان عادی مد نظر ما هست، کودکانی که عارضه ذهنی، ضربه ذهنی نداشته باشه. پس یک کودک عادی که باشه میتونه این نقص ها رو ما با تمرین و تلاش برطرف بکنیم. حتی گاهی استفاده از گفتار درمان است. شاید گاهی من مادر نتونم اختلال تکلمی طفل خود انجام بدم، شاید سوادش نداشته باشم، وقتش نداشته باشم و بسیار پیشرفته شده باشه. طفل من شده 9 ساله، شده 10 ساله، یعنی ممکنه تا اون سال هم برسه، تا اون سال ممکنه برسه. شاید والدین به امید باشه که اگر مکتب بره خوب میشه، اگر کودکستان بره خوب میشه، اگر ارتباطش بشه، ولی خب کودک ما شاید تغییری چندانی نکرده باشه. من در این زمینه میگم که حتما باید یک روانشناس ببینه، حتما باید یک متخصص حلق و گوش، متخصصی که مربوط به شنوایی هست، حتی متخصص مغز و اعصاب هم بررسی شود، بعد گفتار درمانی شود. گفتار درمانی که با جلساتش بره، کودک میبره، باز آموزش به مادر داره که از طریق حرکات زبان، حرکات دهان، یک سری تکنیک هایی که خودشون داره و قطعا جواب هم میدن. اما کودکی که فقط نقص داره، جملات پس و پیش میگه، واژگانش بسیار محدود است، این رو دیگه ما میتونیم با تمرین خانگی انشاءالله کمک بکنیم که طفل ما رشد بکنه. این که برای طفل خود کتاب بخونیم با صدای رسا و قشنگ، داستان بسیار جذاب بخونیم، داستانای بسیار کوتاه، نه خیلی بلند، کودکانه باشه، و از طفل خود بخوایم که من این داستان خوندم، حال تو این داستان چون شنیدی، من دوست دارم هر چی که از داستان فهمیدی برای من تعریف بکنی. که ای کودک به زبان خودش، من میگم حتی اگر یک جملهش تونست بگه، حتی اگر مفهوم تونست، بازم میگیم قلیمت ما یک قدم به جلو برداشتیم. و ای که شعر و ترانه های محلی که مردم ما بسیار شیرین زبان هست، بسیار داره، ادبیات غنی هست، میتونن مادران آواز بخونه. حتی من این رو در یک تحقیق خوانده بودم که کودکان 6 ماهه مادران میتونن آواز بخونن، قصه بگن، و بعدن میبینید که چقدر تأثیراتش رو اطفال که من میگم شاید بزرگواران که شاعر هستن، شاید آوازهای مادرهاشون که بسیار شیرین و محلی میخونن، اینها هم تأثیر داره. پس میتونیم این آوازخوانی رو هم تمرین داشته باشیم، یا حتی پخش داشته باشیم، ضبط داشته باشیم، و تشویق بشه کودک بگه خب تو میخوام این شعر یا ترانه رو بخوان به حالت سرود، به حالت آواز محلی، ما صدای تو رو ضبط میکنیم، بعد صدای تو رو همه گوش بدیم، چقدر اون تشویق شه، چقدر خوب خواندی، چقدر جالب خواندی. و گاهی قصه رو به صورت نمایش اجرا بکنیم، یک قصه چند تا از کودک دیگه از اطفال هم جمع میکنیم، یا خوار برارایش اگر هست، داستان یک نفر میخونه، خب حال هر کسی یک نقش داشته باشه، خب طفل ما تو نقش مادر باش، تو نقش پدر باش، معلم باش، هر کی نقشای خودش بیاد بگه که هم حالت نمایش داشته باشن، هم تمرین داشته باشه، و ای که ما کودک خود مجبور بکنیم که گپ بزنه. و من میگم مسابقه اجرا بکنیم، میگیم خب هر کسی که یک جمله، من میگم یک جمله تو بگو، تکرار داشته باشی، هر کسی یک جمله شه یا یک کلمه شه جا انداخت غلط بود، جریمه شه. خانم حسینی، چیزایی که میگید بسیار خوبش است، اما خب بسیار هم سخت است. یعنی اینکه مادر با تمام مسئولیت هایی که در خانه داره، با همه سختی هایی که داره، یا پدر، فرق نمیکنه، با یک سختی پدر به سر کار میره، خسته کوفته از سر کار که بر میگرده، باز بخواین دو نفر مشغول طفل شوند، بسیار فرسوده کننده است. خب به خاطر همین میگم که من میگم اگر ما تصمیم میگیریم که اولاددار شویم، مسئولیت ما باید چند برابر شود. غیر از اینکه ما به هر حال پدر کار میکنه، مادر کار میکنه، هم در خانه هم بیرون، که مخارج و امکانات رفاهی رو فراهم بکنه، در کنارش من میگم مسئولیتی ای که تو میخوای یک انسان بسازی،
ساختن یک انسان به یک سری ابزارها نیاز داره و من میگم او ابزار و وسیله ای که بتونه این انسان رشد بده و تحویل جامعه کنه پدر و مادره، میتونه تقسیم بکنه، میتونه برنامه ریزی داشته باشه. منتها سفارش ما اینه که از طفل خود نباید غافل شوه، حتی ما توی تربیتمون، حتی توی یک لحظه من میگم اگر من والدین پدر و مادر غفلت بکنم، او کودک من اگر آسیب ببینه بعدن در آینده جبرانش بسیار سخته. بله. پس من این سختی را میپذیرم، من شاید از خواب خود بزنم، شاید گاهی من از تفریحات خود بزنم، شاید خیلی از برنامه‌های شخصی که من مادر من پدر داشته باشم بزنم، در کنارش این طفل خود پرورش بدم. طفل من مثل یک گل دیگه، ما فکر میکنم در خانه خود اگر گلدان داریم یا یک درخت داریم، اگر دو آب نزنیم، اگر دو کود اضافه نکنیم، خاکش هر چند مدت یک بار عوض نکنیم، حتی گاهی ما دیدم ویتامین ها و قرص های آهن داخل خاک میذارن، اونایی که باغبان هستن و گل های با تراوت آپارتمانی را دارن پرورش میده، چقدر رسیدگی میکنه مثل یک طفل. خب ای که طفل است، ای که انسان است، ای که همه نیازهاش من والدین در وهله اول ما باید انجام بده، بعد میشه وظیفه معلم، بعد میشه وظیفه جامعه. فکر میکنیم که مثلا یعنی خیال خود راحت میکنه، میگه من به خدا توکل کردم، اولاد خود به خدا سپردم، اگر که خدا بخواد یک اولاد درست میشه، اگر خدا نخواهد نمیشه. یا وقتی که کوچکترین مشکلی میبینن میگه خواست خدا بود دیگه، قسمت این بود که طفل من هم با این مشکل رشد کنه و بزرگ شوه. غافل از این هستیم که توکل به خدا یک مسئله است و یکی شما به یک به خدا بسپاری و هیچ مسئولیت نگیری و از زیر مسئولیت خود شانه خالی کنی یک مسئله دیگر است. توکل به خدا کجای شکی نیست. من تا به قول شما که میخواستم تکمیل بکنم، مثل ایست که من سر جاده وایسم، موتر را تیر شد، بگم من توکلم به خداست، موتر مره نمیزنه. آیا عقلانیست؟ قطعا نیست. پس باید. هر چیزی جای خود داره. توکل با توجه به اینکه من تمام امکانات از هر لحاظ فراهم بکنم و توکلش هم به جای خودش. بسیار تشکر از شما بینندگان عزیز محترم. در پایان برنامه هستیم، یک شعر بسیار زیبا را هم تقدیم شما بکنم. بر جلوه و اجلال محمد صلوات، بر چهره و تمثال محمد صلوات، دیدن چو رخسار علی اکبر را، گفتند که بر آل محمد صلوات. با صلوات بر محمد و آل محمد. با امرای کارشناس محترم از حضور شما عزیزان مرخص می شویم. در پناه خداوند مهربان باشید. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد، وعجل فرجهم.